در جا زدن ممنوع اثر جان سی مکسول پانزده قانون مطرح شده را به کار ببرید و همچون رودی خروشان در مسیر زندگی پیش بروید با مطالعه این کتاب می چگونه در زندگی همیشه رو به جلو حرکت کنید رشد و شکوفایی فردی از آن دسته موضوعاتی است که هیچگاه قدیمی نمی شود نیاز به رشد فردی چیزی است که هر کسی در زندگی تجربه می کند همه ما در بره ای از زندگی خود احساس کرده ایم که در حال درجا زدن هستیم و وقت آن رسیده که تکانی به زندگیمان بدهیم. در این مواقع ما معمولا به سراغ کتاب های انگیزشی می رویم تا شاید به کمک آموزه هایشان بتوانیم به وضعیت دلخواه خود برسیم. کتاب درجا زدن ممنوع یکی از بهترین کتاب است که می تواند در چنین موقعیتی به کمکتان بیاید. برای اینکه در زندگی همیشه در حال رشد و پیشرفت باشید باید از منطقه امن خود بیرون بیایید رویاهای بزرگ در سر بپرورانید و ریسک پذیر باشید البته رویا پردازی به تنهایی کافی نیست تغییرات واقعی به آهستگی و طی زمان رخ میدهند و به تلاش و تعهد نیاز دارند در واقع شما زمانی می توانید به رویاهایتان تحقق ببخشید که هر روز در راستای آنها قدمی بردارید اگر آماده ایجاد تغییر در زندگی خود هستید، بوکلیت درجا زدن ممنوع همان چیزی است که نیاز دارید. با مطالعه این بوکلیت یاد میگیرید که چگونه از پس چارش هایی که برای خود تعیین می کنید بر بیایید و چگونه حتی در لحظات آزار دهنده ای که امیدی به پیشرفت و بهبودی ندارید پایداری نشان دهید و دست از تلاش نکشید. نکات و آموزه های ارزشمند این بوکلیت به شما در رسیدن به رویاهایتان یاری می‌رسانند. علاوه بر این استفاده از این نکات به شما کمک می کند پتانسیل های وجودی خود را کشف کنید و دیگر هیچ وقت در زندگی درجا نزنید. در این بوکلایت به این پرسش ها پاسخ داده می شود. یک چگونه تجربیات دردناک به رشد فردیتان کمک می کنند؟ دو چرا لازم است گاهی چیزهایی را از دست بدهید؟ و سه چرا باید رویه های بزرگ داشته و در عین حال واقع بین باشید؟ بوکلایت شماره یک خودشناسی پیش نیاز مسیر رشد فردی است. پیش از شروع هر مسیری باید بدانید که مقصدتان کجاست و یک نقشه راه داشته باشید وگرنه سر از ناکجا آباد در می آورید. در مسیر رشد فردی نیز این نکته صادق است. اگر ندانید که واقعا چه می خواهید و دوست دارید به چه چیزهایی برسید رشد و شکوفایتان میسر نمی شود. تعیین مقصود و مقصد همیشه هم کار آسانی نیست بسیاری از افراد نمی توانند به روشنی خواسته های واقعیشان را مشخص کنند نکته مهم این است که برای اینکه بتوانید مقصد مطلوبتان را تعیین کنید باید خودتان را به خوبی بشناسید و در مورد خواستههایتان هایتان رو راست باشید برای این کار کافی است چند سال از خود بپرسید و به آنها صادقانه جواب دهید اولین سوالی که باید از خود بپرسید این است آیا واقعا از شرایط فعلی و کارهایی که انجام می دهم راضی هستم؟ اگر نسبت به شغلتان شور و اشتیاق دارید و هر روز با انرژی و احساس رضایت از خواب بلند می شوید در مسیر درستی قرار دارید اما اگر اکثر اوقات بی حال و خسته هستید و حوصله هیچ چیزی را ندارید قطعا یک جای کار می لنگد. در این صورت بهتر است به دنبال جواب سوال دومی باشید که باید از خود بپرسید. چه چیزی یا انجام چه کارهایی من را خوشنود می سازد؟ جواب این سوال مانند اثر انگشت منحصر به فرد است و هر کسی با توجه به ویژگی های شخصیتی ارزش ها و رؤیاهایش با انجام کارهای خاصی خورسند و راضی می شود. برای یافتن پاسخ این سوال باید به دقت حالات خود را زیر نظر قرار دهید. ببینید هنگام انجام چه کارهایی احساس رضایت درونی یا هیجان و اشتیاق فراوان دارید. همچنین به زمانهایی فکر کنید که احساس ارزشمند بودن کرده و توانسته به اطرافیانتان یاری برسانید. بعد از اینکه به شناخت بهتری از خود رسیدید و فهمیدید که چه رویاهایی دارید نوبت به این میرسد که آنها را بسنجید و این سؤال را از خود بپرسید. آیا رویاهایم در واقعیت دست یافتنی هستند؟ در واقع شما باید اطمینان حاصل کنید که خواسته هایتان خیال باطل نیستند و با توجه به توانایی ها و استعدادهایتان می توانید به آنها برسید. برای مثال فرض کنید که خواسته شما این است که ورزشکاری حرفه ای شوید اما از تمرین و فعالیت بدنی متنفر هستید. این خواسته شما دیگر که رویای دست یافتنی نیست بلکه توهم و خیال است. بعد از آنکه مطمئن شدید رؤیاهایتان قابل دستیابی هستند زمان آن است که این سال مهم را از خود بپرسید چرا این خواسته ها را دارم و میخواهم این کارها را انجام دهم صداقت در پاسخ به این سال بسیار مهم است با خود رو راست باشید و اجازه دهید نیت اصلی خواسته هایتان مشخص شود برای مثال فرض کنید می در مقطع دکترا ادامه تحصیل دهید ممکن است در ابتدا خود را مجاب کنید که به خاطر اشتیاق به علم و یادگیری خواهید این کار را انجام دهید اما در حقیقت هدف اصلی شما از این کار این است که دیگران را تحت تأثیر قرار دهید تحت تأثیر قرار دادن دیگران هیچ ایرادی ندارد اما معمولا چنین چیزی نمیتواند انگیزهای کامل و قوی برای گذراندن دوره دشوار دکترا باشد از آن مهمتر این است که شما در واقع این کار را برای خوشنودی دیگران انجام می دهید و در طولانی مدت خودتان احساس رضایت نخواهید کرد. به همین خاطر بسیار مهم است که شما هدف و رؤیایی را انتخاب کنید که در نهایت موجب رضایت خودتان شود و مسیر دستیابی به آن را با لذت طی کنید. شماره دو رشد فردی خود به خود اتفاق نمی افتد. با گذر زمان به طور طبیعی موی سر و ناخن انگشتا خود به خود رشد می کنند و بلند می شود اما چنین اتفاقی برای رشد فردی، عاطفی و روحی نمی افتد. هر چقدر هم که زمان بگذرد، رشد فردی خود به خود حاصل نمی شود. اولین چیزی که برای رشد فردی خود نیاز دارید، تعیین قصد و نیت است. همانطور که در بوکلایت قبل گفتیم شما باید دقیقا بدانید که چه میخواهید چه مسیری را پیش بگیرید و چگونه به مقصدتان برسید. اما تعیین مقصد به تنهایی کافی نیست. شما برای عملی کردن نیتتان باید دست به کار شوید و همین حالا هم باید دست به کار شوید. ماه بعد، هفته بعد و حتی فردا هم دیر است. همین الان زمانی است که باید در راه دستیابی به خواسته تلاش کنید دقیقا در همین مرحله است که بسیاری از مردم گیر می کنند و درجا میزنند. زنند آنها به بهانه فرار رسیدن زمان مناسب از انجام هر کاری سرباز میزنند. آنها منتظرند تا روزی بیاید که به اندازه کافی زمان، پول یا انگیزه دارند تا رؤیاهایشان را دنبال کنند و به شکوفایی برسند مشکل اینجاست که قدم گذاشتن در مسیر رشد فردی کاری دل است و هیچ وقت زمان و شرایط مناسبی برای آن وجود نخواهد داشت. شما به هر حال باید با بسیاری از ترسایتان روبرو شوید و با احساس آسیب پذیری و تردید کنار بیایید. اغلب افراد ترجیح میدهند از ترسهایشان فرار کنند و منتظر زمانی بمانند که به طور معجزه آسایی آماده ایجاد تغییر در زندگیشان می شوند. زمانی که هیچ وقت فرار نمی رسد برای اینکه بتوانید از ترسهایتان فراتر بروید باید این واقعیت را بپذیرید که مسیر رشد فردی در خارج از منطقه امنتان آغاز می شود ممکن است شما در مواقع بسیاری احساس سردرگمی کنید و مرتکب اشتباه شوید زیرا قرار است کارهایی را انجام دهید که پیش از این هرگز انجام نداده اید و همین مسئله هم است که موجب رشد شما می شود پس از قبول این واقعیت قدم بعدی این است که دست به کار شوید تمام بهانه هایتان را دور بریزید حتی اگر به اندازه کافی پول ندارید تمام روز وقتتان صرف مراقبت از بچه ها می شود یا دلتان می خواهد تا شب جلوی تلویزیون بشینید به هر حال کارتان را شروع کنید همیشه بحانه ها وجود دارند تا صد راه رشد فردیتان شوند نکته جالب توجه این است که برخلاف باور عموم انگیزه با شروع کار شکل می گیرد نه قبل از آن همانطور که به زور خود را به باشگاه ورزشی رسانید، اما بعد از آن انرژی و انگیزه بالایی دارید تا به ورزش کردن ادامه دهید هر طور شده اولین قدم را در مسیر رشد فردی خود بردارید مطمئن باشید که به اندازه کافی برای ادامه راه انگیزه به سراغتان خواهد آمد بوکلایت شماره 3 برای رسیدن به موفقیت کمک بگیرید شما با شناخت خود و رویاهایتان قدم بزرگی را به سمت رشد فردیتان برمیدارید. اما بر از فهمیدن چیستی و چرایی خواستهایتان باید چگونگی رسیدن به آنها را نیز یاد بگیرید. راه رسیدن به رویاهایتان راه هموار و سرراستی نیست و همین خاطر یک راه عالی برای آغاز آن درخواست کمک از دیگران است. قطعا افرادی وجود دارند که پیش از شما این مسیر را طی کرده و از چم و خم آن آگاهند. آنها می توانند تجربه و بینش خود را با شما به اشتراک بگذارند و از شما پشتیبانی کنند. رویاهایتان را با دیگران در میان بگذارید و از اینکه آسیب پذیر و بی تجربه به نظر برسید نترسید. اما مهم است که آنها را برای چه کسانی بیان می کنید. اطرافیان شما تأثیر بسزایی بر موفقیت شما دارند. آنها یا از شما پشتیبانی می کنند و موجب رشدتان می شوند یا با انتقادهای مخربشان راهتان را سد می کنند. به همین خاطر باید دایره ارتباطیتان را از کسانی تشکیل دهید که همانند شما متعهد به رشد فردی و تشنه یادگیری هستند. علاوه بر این باید به دنبال کسانی باشید که در کاری که شما دوست دارید انجام دهید حرفی هستند. شما می توانید این افراد را الگوی خود قرار دهید و از تجربیات آنها درس بگیرید مهم نیست که حتما بتوانید با آنها رو در رو ملاقات کنید شما می توانید با دنبال کردن زندگی و کارهای آنها درس های بسیاری بیاموزید برای مثال اگر رؤیای شما اجرا در یک برنامه تلویزیونی است می توانید کسی چون اپرا وینفری را الگوی خود قرار دهید شما به راحتی می توانید در اینترنت ویدیوهای برنامه های او را پیدا کنید و با تماشای دقیق آنها رمز موفقیتش را کشف و درک کنید. همچنین می توانید یک مربی حرفه ای پیدا کنید که شما را شخصا هدایت و راهنمایی کند. داشتن مربی واقعا می تواند مسیر رشد فردی شما را تسهیل کند و یک راه فوق العاده برای یادگیری است. قدرش این شخصی را بدانید و تا جایی که می توانید از دانش و تجربهش استفاده کنید. بوکلایت شماره چهار بهترین و بزرگترین مشوق خود باشید. همانطور که در بوکلایت قبل گفتیم، کمک و پشتیبانی دیگران تأثیر شایانی بر رشد فردی شما میگذارد. اما این نکته مهم را به خاطر بسپارید. مهمترین و تأثیر کسی که باید حامی و مشوقتان باشد خود شما هستید. معمولا در عمل برعکس این موضوع اتفاق می افتد. ما در بسیاری از مواقع خود را سرزنش می کنیم و بزرگترین منتقد خود هستیم. سرزنش های درونی سبب کاهش اعتماد به نفس می شود. همه انسان ها به طور طبیعی اعتماد به نفس بالایی ندارند. نحوه تربیت نیز در این زمینه مؤثر است. تربیت بسیاری از افراد به گونه ای بوده است که خود را باور نداشته باشند و دائما رفتار و اعمال خود را زیر سوال ببرند. این افراد یک سرزنشگر درونی دارند که هیچگاه دست از شماتت و انتقاد بر نمی دارد. اگر شما هم جزو این دست افراد هستید و اعتماد به نفس بالایی ندارید می دانید که چقدر سخت است که شماتت های درونی را نشنیده بگیرید و احساس ارزشمند بودن کنید. اما خبر خوب این است که این مسئله ممکن است و تلاش برای باستاندن اعتماد به نفس خود بسیار با ارزش است. افزایش اعتماد به نفس و رهایی از سرزنشگر درونتان در چهار گام امکان پذیر است. در گام اول باید به دقت به نداهای درونی خود گوش فرا دهید. معمولا چه افکاری درباره خودتان دارید؟ آیا خود را سرزنش می کنید که هیچ وقت هیچ کاری را درست انجام نمی دهید؟ یا شاید سر هر اشتباه کوچکی که مرتکب می شوید خود را ملامت می کنید اگر دائما ذهنتان با افکار منفی مشغول باشد دیگر انگیزه ای برایتان باقی نمی ماند و نمی توانید قدمی برای تغییر زندگی خود بردارید به همین خاطر مهم است که در گام اول این افکار منفی و مخرب را شناسایی کنید تا بتوانید آنها را تغییر دهید سپس نوبت به گام دوم می رسد در این گام باید برای تغییر افکار منفی و ملامتهای های درونی تلاش کنید. هر زمانی که متوجه می شوید فکری سرزنه شامیز در ذهنتان می چرخد، آگاهانه آن را متوقف کنید و فکری مثبت به جایش بنشانید. به خودتان یادآوری کنید که اشتباه کردن امری طبیعی است و چیزی از ارزش شما کم نمی کند. ممکن است در ابتدا این کار به نظرتان عجیب بیاید اما به مرور زمان و با تکرار به آن عادت می کنید و افکار مثبت جایگزین افکار منفیتان می شوند. گام سوم برای اینکه احساس ارزشمند بودن کنید این است که دست از مقایسه خود با دیگران بردارید. مسیر زندگی شما خاص خودتان است و شبیه به دیگران نیست. توجه به کارهای دیگران تنها حواستان را از کارهای خودتان پرت می کند. شما باید وضعیت فعلی خود را با گذشتهتان مقایسه کنید و مطمئن شوید که متناسب با ارزشها و اهدافتان قدم برمیدارید. از موفقیت های کوچک و بزرگتان با افتخار و لذت یاد کنید و به خود یادآوری کنید که برای رسیدن به آنها چقدر زحمت کشیده اید. در نهایت در گام چهارم از هر فرصتی برای کمک و بخشش به دیگران استفاده کنید. این کار تأثیر شگرفی بر اعتماد به نفستان می گذارد. زمانی که احساس خوبی نسبت به خود ندارید طبیعی است که فکر کنید از پس هیچ کاری بر نمیایید و نمی توانید اثری بر زندگی دیگران بگذارید به همین خاطر لازم است در هر زمان و به هر صورت که می توانید با استفاده از مهارت هایتان به دیگران کمک کنید با این کار علاوه بر اینکه به دیگران سودی می رسانید اعتماد به نفستان بالا می رود زیرا متوجه می شوید که بسیار تواناتر از آن هستید که فکر می کردید شماره 5. در مسیر رشد فردی صبور باشید. اگر اهل تماشای فیلم باشید حتما بارها در فیلم‌های گوناگون دیدید که ناگهان قهرمان داستان راه حلی برای مشکلش پیدا می‌کند یا به آرزوی می می‌رسد. اما در دنیای واقعی چنین چیزی ممکن نیست و هیچ موفقیت و دستاوردی یک شبه و ناگهانی به دست نمی آید. این گونه اتفاق ها هر فیلم ساسا برای به وجد آوردن تماشاگران است. رشد واقعی فرگندی آرام، گام به گام و اغلب ناامید کننده است. این همان چیزی است که در فیلم ها نشان داده نمی شود. معمولا در فیلم ها نمی بینید که شخصیت اصلی هر روز از خواب بیدار شود و به سختی برای خواسته‌اش تلاش کند و بدون آنکه نتیجه ای بگیرد باز به کارش ادامه دهد. به احتمال زیاد شما حاضر نیستید برای چنین فیلمی پول بدهید و در نتیجه فیلم سازان همان چیزی را نشانتان می دهند که دوست دارید ببینید. یعنی موفقیت ها و دستاوردهای ناگهانی و هیجان اما در واقع شما باید هر روز قدم های کوچکی را در راستای تحقق رؤیاهایتان بردارید حتی اگر احساس کنید هیچ پیشرفتی ندارید در مسیر رشد فردی نمی توانید انتظار داشته باشید که نتیجه آنی تلاش هایتان را ببینید و به همین خاطر به صبر و استقامت بسیاری نیاز دارید علاوه بر این برای اینکه بتوانید مسیر رشد فردی خود را با آرامش خاطر بیشتری طی کنید باید یاد بگیرید که از قدم به قدم آن لذت ببرید و تنها بر نتیجه نهایی تمرکز نکنید رشد و یادگیری به خودی خود جذاب و شیرین است اگر به زندگی نوابق نگاه کنید میبینید که آنها همیشه ذهنی کنجکاو دارند و هیچگاه از یادگیری دست نمیکشند شما نیز باید چنین رویکردی را پیش بگیرید برای اینکه به توارز انگیزه ایتان را بالا نگه دارید و در مسیر رشد فردی خود ثابت قدم باشید، همیشه اهدافتان را در نظر بیاورید و روزی را مجسم کنید که به آنها رسیدید. این نکته را به یاد داشته باشید که هر چقدر اهدافتان بزرگتر و تأثیر گذارتر باشد، زمان و زحمت بیشتری برای تحققشان لازم است. بوته گوجه فرنگی و درخت سیب را با هم مقایسه کنید. گوجه فرنگی توی چند ماه به بار می نشیند و زمان برداشت آن فرا می رسد. اما بعد از یک بار برداشت بوته نیز از بین می رود و دیگر به سمر نمی رسد. در مقابل درخت سیب چند سال طول می کشد تا رشد کند و میوه های خوبی به بار بیاورد. اما بعد از آن هر سال دوباره شکوفه می زند و میوه می رشد فردی هم دقیقا همینطور است. اگر میخواهید هایتان مانند درخت سیب مانا و پرثمر باشد باید به اندازه کافی صبر داشته باشید و زمان بگذارید رشد آرام و تدریجی شاید مانند فیلم ها برایتان احساس هیجان ایجاد نکند اما در عوض ارمغان بهتری دارد زمانی که شما در مسیر رشد فردیتان پیش می روید، هر روز طعم شیرین تلاش برای رؤیاهایتان را می چشید و می دانید در نهایت به چیزی می رسید که به آن شور و اشتیاق دارید و این بارها از احساس هیجان موقتی ارزشمندتر است. بوکلیت شماره 6 برای تحقق رویاهایتان به استراتژی و سیستم نیاز دارید. همانطور که پیشتر اشاره کردیم مسیر رشد فردی مسیر دشواری است و شکی نیست که به کار و تلاش زیادی نیاز دارد اما به یاد داشته باشید که تلاش زیاد به تنهایی کافی نیست شما می توانید با تمام توان و به سختی کار کنید و با این حال باز هم نتوانید به رؤیاهایتان دست پیدا کنید. کار و مشغله زیاد به خودی خود شما را به مقصودتان نمی رساند. برای اینکه واقعا نتیجه تلاشایتان را ببینید و موفق شوید باید استراتژی بچینید و سیستم های روزمره ایجاد کنید که شما را در راه رسیدن به اهدافتان یاری می کنند. داشتن سیستم و استراتژی فعالیتهای شما را هدفمند می سازد و از اطلاف وقت و انرژیتان جلوگیری می کند. اولین قدم برای ایجاد یک استراتژی این است که دست از تلاش های بی هدف بکشید و حداقل برای مدتی از مشغله هایتان کم کنید. با این کار شما می توانید زمان ارزشمندتان را صرف تفکر و چینش یک استراتژی مؤثر کنید. برای اینکه بتوانید استراتژی خوبی داشته باشید باید هر چند وقت یک بار اندکی توقف کنید و به گذشته بنگرید و ببینید چه کارهایی برایتان ثمر بخش بوده و چه تغییراتی می توانید در نحوه انجام کارهایتان ایجاد کنید برای مثال می توانید در انتهای هر سال 365 روز پیشینی را که سپری کردید ارزیابی کنید و ببینید چه زمانهایی بهترین عملکرد را داشته اید آیا توانسته در راستای اهدافتان قدم بردارید و از زمانتان به درستی استفاده کرده اید؟ با بررسی اعمال گذشتهتان می توانید دریابید که چه جاهایی دچار اشتباه و مشکل شده اید و استراتژی سال جدید را به گونه ای بچینید که دیگر گرفتار آنها نشوید. لزومی ندارد که حتما تک تک روزهای سال گذشته را به یاد بیاورید و بررسی کنید اما ضروری است که زمانی را به بازنگری آن اختصاص دهید و تصویری کلی از عملکرد خود به دست بیاورید پس از ارزیابی وضعیت پیشین خود می توانید از سیستم های مختلفی کمک بگیرید تا بتوانید کارهایتان را بهتر انجام دهید و بیش از پیش به اهدافتان نزدیک شوید ارزیابی فرایندی مداوم است و شما باید همیشه وضعیت استراتژی و سیستم را بسنجید و در صورت نیاز آنها را تغییر دهید. علاوه بر این برای اینکه بتوانید بهتر عمل را ارزیابی کنید بهتر از های قابل اندازگیری برای خود تعیین کنید برای دوره مشخص برای مثال چند هفته، چند ماه یا یک سال اهدافی خاص و قابل اندازهگیری انتخاب کنید و در انتهای آن دوره ببینید که آیا محقق شده اند یا خیر؟ با این کار بهتر می توانید نتیجه تراشایتان را ببینید و اگر مشکلی وجود داشته باشد، آن را راحت تر تشخیص می دهید. بوکلایت شماره هفت تجربه های دردناک می توانند محرک رشد فردی باشند. همه ما به خوبی می دانیم که زندگی روزهای خوب و بد دارد و ما به طور غریزی ترجیح می دهیم کمتر روزهای بد را تجربه کنیم. چه کسی خوشش می درد فقدان را تجربه کند یا با حقایق تلخ زندگی روبرو شود؟ برخلاف انتظارتان تجربه های دردناک می توانند واقعا به رشد و شکوفایی شما کمک کنند. برای مثال شخصی را در نظر بگیرید که در میانسالی دچار حمله قلبی می شود. او می تواند به دو صورت به این اتفاق واکنش نشان دهد یا زندگی خود را از دست رفته ببیند و تسلیم بیماری شود و یا این اتفاق را هشداری به موقع بپندارد و از آن به بعد زندگی سالم تری را پیش بگیرد با اینکه حمله قلبی اتفاق ناخوشایندی است اما پتانسیل آن را دارد که موجب تغییر و رشد شود نحوه پاسخگویی به یک اتفاق بد بسیار مهم است شما می توانید اجازه دهید که یک رخداد ناگوار تأثیر مخربی بر زندگیتان بگذارد یا آن را فرصتی برای رشد فردی خود ببینید. شما نمی توانید از رخدادهای بد جلوگیری یا آنها را کنترل کنید. بیماری ها و تجربیات دردناک دیگری چون شکست و از دست دادن عزیزان بخش جدایی ناپذیر زندگی هستند. علاوه بر این زمانی که شما در مسیر رشد فردی قدم بر می دارید رویاه های بزرگ در سر می پرورانید و ریسک می کنید خود را در معرض خطر بیشتری قرار می دهید و شکست های بزرگتری را نیز تجربه می کنید. در چنین شرایطی ممکن است احساس کنید که بیش از پیش کنترل زندگیتان را از دست دادید. اما به یاد داشته باشید که شما همیشه می نحوه واکنش به اتفاقات بیرونی و تفسیر خود از آنها را کنترل کنید. به جای اینکه نقش قربانی را بپذیرید ببینید که چگونه می توانید از تجربیات دردناک در راستای رشد فردی خود استفاده کنید از این رخدادها چه درس هایی می توانید بیاموزید اگر مرتکب اشتباهی شده اید چه کارهایی می توانید انجام دهید که مطمئن شوید دوباره تکرار نمی شود به که آنکه تسلیم شوید و زانوی غم بغل کنید این گونه سوال ها را از خود بپرسید تا خودتان را بهتر بشناسید و به دنبال افزایش توانایی هایتان برای مقابله با شرایط دشوار بروید در واقع اگر همواره همه چیز مطابق میل شما پیش میرفت دیگر انگیزه برای رشد و تغییر پیدا نمی کردید تجربیات دردناک خلاقیت درونی شما را بیدار می کنند و به شما نیروی تازه می بخشند تا با قدرت بیشتری مسیر رشد را طی کنید و همین خاطر باید برخلاف میل باطنیتان برای گریز از درد و سختی از آن استقبال کنید و به درستی بهره ببرید بر بهبود شخصیت خود تمرکز کنید تا به موفقیت برسید فرض کنید که رویای کارآفرینی در سر دارید و می خواهید کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید. برای تحقق این رویا باید کارهای گوناگونی انجام دهید. برای مثال باید به اندازه کافی سرمایه جمع کنید. اما شاید آخرین چیزی که به ذهنتان برسد این است که شخصیت خود را بهبود بخشید. با این همه کارهای کوچک و بزرگی که برای راهاندازی کسب و کار لازم هستند، دیگر از کجا برای پیشرفت شخصیتان وقت پیدا کنید؟ اما نکته مهمی که باید به با آن توجه کنید این است که شما سرچشمه هر کاری هستید که انجام می دهید. شما باید برای پیشرفت شخصیتان زمان بگذارید و شخصیتی محکم، صادق و قابل اتکا برای خود بسازید. در غیر این صورت کارهایی که انجام می دهید پایه های سستی خواهند داشت. فرض کنید که یک طرح کسب و کار فوقالعاده نوشته اید که بدون شک موفقیت به همراه دارد. اما اگر دیگران شما را فردی غیر قابل اعتماد بپندارند به, به هیچ وجه در کارتان سرمایه گذاری نمی کنند. ممکن است فکر کنید که شخصیت شما مانند اثر انگشتتان از بد و تولد شکل گرفته و قابل تغییر نیست. این فکر تا حدی درست است. تجربیات زمان کودکی و ارزشهایی که با آنها بزرگ شده اید قطعا بر شخصیت شما تأثیر گذاشته است. اما خبر خوب این است که شما نیز می توانید آگاهانه شخصیت خیش را شکل دهید. برای این کار ابتدا باید پیشرفت شخصیتان را از درون شروع کنید و باطن خود را بیارایید. می توانید بخشی از هزینه هایی را که صرف ظاهر خود یا خریدن جدیدترین موبایل یا لپتاپ می کنید در راستای تقویت شخصیتتان خرج کنید و به سلامتی عاطفی و روحی خود بپردازید. برای مثال می توانید از یک مربی شخصی کمک بگیرید به فعالیت هنری مورد علاقه تان بپردازید یا در یک کنفرانس انگیزشی شرکت کنید مهم این است که رسیدگی به باطن خود را در اولویت قرار دهید کار دیگری که می توانید برای ساختن شخصیتی استوار انجام دهید حفظ یک افکار و اعمالتان است باور درونی تمام باید با آنچه به دیگران نشان می دهید هماهنگ و همسو باشد تنها در این صورت است که می توانید اصالت درونیتان را نشان دهید و کلامتان را قدرتمند کنید. به این ترتیب زمانی که ایده هایتان را برای دیگران بیان می کنید، آنها درک درستی از دیدگاهتان پیدا می کنند زیرا شما قلبا به حرفهایتان باور دارید. در نهایت نیز برای پیشرفت شخصی و ایجاد شخصیتی قابل اتکا باید انتقادهای دیگران را با ذهنی باز بپذیرید. به جای اینکه نسبت به نظرات منفی جبهه بگیرید و ناراحت شوید آنها را به چشم هدیه بنگرید در واقع دیگران با صرف زمان و آگاه ساختن شما از نقاط ضعفتان فرصت رشد و پیشرفت بیشتری را برایتان فراهم می کنند. بیاد داشته باشید که رشد شخصی و تقویت شخصیت کاری است که همه عمر باید مشغول آن باشید و هیچگاه به پایان نمی رسد. همیشه جا برای پیشرفت وجود دارد. پس از هر فرصتی برای بهبود شخصیت خود استفاده کنید. بوکلیت شماره 9 برای دستیابی به موفقیت باید از دست دادن را بپذیرید. معمولا آدم ها فقدان و از دست دادن را دوست ندارند. احتمالا شما نیز وقتی که مجبور می شوید از چیزی که دوست دارید بگذرید ناراحت و عصبانی می شوید. اما واقعیت این است که اگر میخواهید رشد کنید باید بپذیرید که چیزی را از دست بدهید این از دست دادن در اصل یک تبادل است شما از یک خواسته خود میگذرید تا به خواسته بسیار بهتری برسید زمان و دیگر منابع شما محدود هستند و اگر به یک موقعیت بله بگویید به ناچار باید موقعیت دیگری را رد کنید. شما باید نسبت به تبادل هایی که انجام می دهید آگاه باشید و اطمینان حاصل کنید که از دست دادن یک چیز شما را به دستاورد بسیار بزرگتری میرساند برای مثال فرض کنید که میخواهید مسیر شغلیتان را عوض کنید و به انجام کاری بپردازید که به آن اشتیاق دارید در ابتدا ممکن است درآمدتان از شغل قبلی کمتر باشد اما در واقع شما از درآمد بیشتر خود میگذرید تا به پیشرفت شغلی و کار مورد علاقه خود برسید این پیشرفت شغلی تنها با پذیرش از دست دادن دستمزد بالای کار قبلیتان به دست می آید. علاوه بر این ممکن است به غیر از پول چیزهایی مثل امنیت شغلی و تجربه را هم از دست بدهید. زیرا با تغییر مسیر شغلی خود در موقعیتی قرار می گیرید که برایتان تازه است و هیچ تجربه ای در آن ندارید. اما اگر در نهایت دستاوردی فوقالعاده داشته باشید هیچ ضرری را متحمل نشده اید. اگر در شرایط کنونی خود به موفقیت رسیده باشید واقعا برایتان سخت خواهد بود که به سمت موقعیت جدیدی حرکت کنید و چنین فقدان بزرگی را تحمل کنید اما این نکته را به یاد داشته باشید که تنها زمانی می توانید به رشد واقعی برسید و پتانسیل خود را شکوفا کنید که از منطقه امنتان بیرون بیایید در هنگام انجام تبادلات ارزش های شخصی خود را مد نظر قرار دهید زیرا هر تبادلی به چیزی که از دست می دهید نمی ارزد. برای مثال فرض کنید که وقت گذراندن با خانواده برای شما اهمیت بالایی دارد. در این صورت اگر به خاطر راه اندازی یک کسب و کار تمام زمانتان را به کار کردن اختصاص دهید و نتوانید با خانوادهتان وقت بگذرانید، دستاوردتان شما را خوشنود نخواهد کرد زیرا چیز با ارزشتری را از دست دادید. اما اگر فرصتی برای یک تبادل با ارزش به دست آوردید تردید نکنید و آن را غنیمت بشمارید حتی اگر هزینه که بابت رشدتان باید بدهید زیاد به نظر برسد بوکلیت شماره ده برای رشد واقعی باید به دیگران کمک کنید ما انسان‌ها به طور طبیعی موجوداتی اجتماعی هستیم و بخش اعظمی از زندگیمان در جمع گوناگون از جمله خانواده، دوستان و همکاران میگذارند موفقیت یا شکست ما تنها به خودمان مربوط نمی شود زیرا همواره خانواده، اساتی، دوستان و همکارانی داریم که ما را حمایت می کنند و از کارهای ما تأثیر می پذیرند. اگر این واقعیت را بپذیرید که به کمک و حمایت دیگران نیاز دارید قدردان آنها خواهید بود و تلاش خواهید کرد که خودتان هم در مقابل به آنها کمک کنید در نتیجه بیش از پیش به رشد و شکوفایی می رسید. برای اینکه بتوانید کمک مؤثری به دیگران بکنید از خود این سوال را بپرسید دوست دارم دیگران چه کارهایی برایم انجام دهند پس از پاسخگویی به این سوال خودتان آن کارها را برای دیگران انجام دهید این کار را می توانید در تمام جنبه های زندگیتان انجام دهید برای مثال اگر فکر می کنید همسرتان نسبت به مسئله ای که برای شما مهم است بیتوجهی میکند ببینید خود شما نسبت به چه چیزی که برای او مهم است بیتوجه هستید توجه و ارزشی را که از همسرتان انتظار دارید ابتدا خودتان به او اعطا کنید یا اگر میخواهید در محل کارتان قدر زحماتتان را بدانند شما نیز باید از همکارانتان به خاطر تلاشهایشان تقدیر کنید همچنین اگر شما رهبری سازمانتان را بر عهده دارید و میخواهید به کارمندانتان کمک کنید بهترین کار این است که ببینید خودتان دوست دارید در چه شرایطی کار کنید سپس همان محیط کاری مطلوب خود را برای کارمندانتان فراهم کنید به عنوان رهبر سازمان الگوی خوبی برای آنها باشید تا بتوانند از شما شیوه درست رهبری را یاد بگیرند ما در دوره مصرفگرایی زندگی می کنیم و هر کس به دنبال این است که بیشتر و بیشتر داشته باشد پول بیشتر و بیشتر و اعتبار بیشتر حتی رشد فردی نیز می تواند به یک دارایی تبدیل شود که هر کسی می ان را انباشته کند و از آن به نفع خودش بهره ببرد اما رشد واقعی این چنین نیست شما زمانی می توانید به رشد واقعی دست یابید که آن را با دیگران شریک شوید بسیاری از کارهای شما در رابطه با دیگران معنا پیدا می کند و اگر نخواهید کمکی به دیگران برسانید انگیزه انجام آنها و فرصت رسیدن به رشد واقعی و رضایت خاطر درونی را از دست می دهید. در زندگی چیزهای زیادی وجود دارند که از کنترل شما خارج هستند. اما خوشبختانه رشد فردی یکی از چیزهایی است که تحت کنترل شماست. برای قدم گذاشتن در مسیر رشد فردی باید خود را به خوبی بشناسید و بدانید چه می خواهید. سپس باید دریابید که چگونه می توانید به خواسته هایتان برسید و در این راه از دیگران کمک بگیرید و صبور باشید. رشد و شکوفایی فردی فرایندی آرام و قدم به قدم است که علاوه بر کار و تلاش زیاد به استراتژی و سیستم هم نیاز دارد. شما باید بهترین مشوق خود باشید و اشتباهاتتان را بپذیرید. بیاد داشته باشید که اشتباهات، مشکلات و رخدادهای دردناک می توانند به رشدتان کمک کنند. البته در صورتی که مسئولیت پذیر باشید و نقش قربانی را بازی نکنید. در مسیر رشد فردی از دست دادن برخی چیزها لازم است تا بتوانید دستاوردهای بزرگ و رضایت بخشی داشته باشید. در انتها نیز فراموش نکنید که رشد واقعی تنها زمانی اتفاق می افتد که دیگران را نیز مد نظر قرار دهید و به آنها یاری برسانید. پیشنهاد کاربردی مانند یک فرد مبتدی آماده ی یادگیری باشید جا خوش کردن در منطقه امن دشمن رشد فردی است اگر شما به موفقیت ها و توانایی های کنونی خود اتکا کنید دیگر حاضر نمی شوید قدم جدیدی برای رشد فردی خود بردارید یک راه مؤثر برای خارج شدن از منطقه امنتان این است که به سراغ یادگیری چیزی کاملا جدید و دلهره آور بروید کاری را انجام دهید که هیچ وقت تصورش را هم نمی کردید یا از امتحان کردن آن واهمه داشتید. یادگیری مهارت های جدید به شما کمک می کند مانند یک فرد مبتدی ذهنی باز، کنجکاو و آماده یادگیری داشته باشید. پیشنهاد مطالعه بیشتر کتاب 21 قانون انکارناپذیر رهبری یا The 21 Irrefutable Laws of Leadership نوشته جان سی مکسفیل در کتاب 21 قانون انکارناپذیر رهبری جان سی مکسویل به سراغ موضوع جذاب و بحث برانگیز رهبری رفته است. او در این کتاب نشان می‌دهد که هیچ کس رهبر به دنیا نمی‌آید و رهبری توانایی است که هر کسی می‌تواند آگاهانه به دست بیاورد. در این کتاب قوانین و راهکارهایی ارائه شده است که به کمک آنها می توانید تبدیل به یک رهبر تأثیر گذار شوید.